با درود و شاد باش به همه بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا. سالی دیگر آغاز شد، سالی رفت و سالی که رقم 13 را بر شانه خود یدک میکشید. حال به 14 رسیدیم. آرزو میکنم 2014 سالی پر از بار و برکت برای همه مردم ایران باشه، برای مردم منطقه سال آرامش و آسودگی، رها شدن از رژیم های آدم خار و جنایتکار، بهار عربی که همه مژدش رو می دادن به خزان نشست. آنچه از دل بهار بیرون آمد کرم شبتابی بود که چشمها رو خیره کرد، ولی در عمل همه دیدن فرقی با اجدعاهای آدمخوار قبلی نداره. به هر روی منطقه و دنیا در یک روند دیگری قرار دارد. بحران اقتصادی ایران، امید به حل مشکل اتمی، امید به اینکه دوستی جای نفرت بنشیند و آنها که فریاد مرگ بر سر می‌دهند به سکوت برسند و یا حداقل در تأملات با روح خودشون به زندگی لبخند بزنن به جای آن که مرگ رو فریاد بزنن. من خود یک بدهی به شما دارم. امروز برنامه‌مو نرسیدم انجام بدم. به هر حال آغاز سال با همه مشکلاتی که به جا مانده بود، در نتیجه شما برنامه تکراری رو دیدید، ازتون پوزش میخوام، ولی خودم رو به آن سوی خبر رسوندم که حتما در این مورد با شما باشم. آرزو کنید، برای ما هم آرزو کنید. ما نیاز به دعای خیر شما داریم، به واژگان دلپذیرتون و اون تلفنی رو که گذاشتیم. آنقدر شما پیام‌های امیدوار کننده روی آن دادید که من ناچار شدم گزیده ای از اون پیام‌ها رو انتخاب بکنم که به زودی در یک برنامه خاص که شما و ایران فردا عنوان خواهد داشت به صدای خودتون گوش خواهید داد. نگاهی میاندازیم سریع به آخرین تحولات و رویدادها و همینطور آن سوی خبر. خبر صبح امروز تلخ بود. 6:43 صبح امروز پنجشنبه، زلزله‌ای به قدرت 5.5 ریشتر در عمق 20 کیلومتری زمین به مرکزیت منطقه بستک در نزدیکی بندرعباس در استان هرمزگان روی داد. این زلزله باعث شد بسیاری از منازل مردم در غرب استان هرمزگان تخریب شود. بر اساس آمارهای به دست آمده تا کنون در این حادثه 1 کشته و 15 نفر زخمی شدند. اطلاعات منتشر شده در سایت مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گفته منطقه بستک صبح امروز همچنین شاهد 2 پس لرزه به قدرت 4.5 و 3.4 ریشتر نیز بوده است. آقای احمد جباری نماینده بندر لنگه بستک و پارسیان غرب استان هرمزگان در مجلس در اصالاتی گفته عمده خسارات به منازل مسکونی مردم بسیار است و بسیاری از منازل بیش از 40-50% آسیب دیدند. اما متاسفانه چادر به اندازه کافی در شهرستان بستک وجود ندارد. او از مسئولین خواسته که نسبت به اعزام چادر سرعت به خرج بدن. نکته ای رو من در مورد این منطقه براتون بگم. بندرعباس به خاطر موقعیت سوغلجیشیش طبیعتاً یکی از مراکز مهم نظامی ایران هست. پایگاه هوایی مهمی در بندرعباس است. پایگاه دریایی بزرگی در بندرعباس است. و از آن زمان که آقای خامنه ای آمد و حفاظت و صیانت از خلیج همیشه فارس رو به سپاه پاسداران واگذار کرد، آمدن کنار اونجا یک پایگاه هم برای سپاه گذاشتن. سپاه البته پایگاه دریایی بوشهر رو داره، نوح فکر میکنم پایگاه دریایی اروند رو داره یا شط العرب رو که در اونجا پایگاه امام حسین است و اخیراً هم تجهیزات زیادی رو به اونجا بردن. اما بندرعباس ویژگی های خاص خودش رو داره.
به دلیل همین مسئله مناطق اطراف بندر عباس از بستک گرفته تا روستای خون سرخ تمام اینا منطقه نظامی شده و سپاه پاسداران به ویژه در این مناطق مراکزی رو تأسیس کرده، مناطقی برای نصب موشک ها، توپخانه سنگین و مراقبت و همچنین رادار و خلاصه این منطقه نظامی شده. و این نگرانی وجود داره که همونطور که در یک بار شاهد بودیم در شمیران دریاچه مصنوعی که سپاه درست کرده بود برای آموزش مردان قورباغه‌ایش فرو ریخت و تجریش رو آب گرفت و چه ضررهای زیادی برای مردم نازل شد، در مورد اینا واقعا باید گفت نازل شد. در اینجا هم همینطور خیلی از مردم میپرسن این زلزله ها که قبلا خبری ازش نبود چرا باید اینقدر این زلزله ها، آیا به خاطر آزمایش هایی نیست که اینها در زیر زمین انجام میدن؟ اینا به هر حال شایع بر زبان مردم واقعیت نداره، ولی به خاطر این فضایی که در اونجا ایجاد شده یه موقعی بندر عباس که زمانی که پرتغالی ها بودن گمبرون نام داشت و شاه عباس با افراز حاکمیت ایران نام به بندر عباس رو بر اونجا گذاشت، جایی بود توریستی برای مردم، نوروز که میشد هجوم میبردن مردم به بندر عباس. چه شهر زیبایی و چه مردم نازنینی داره. آرزو میکنم که تلفات این زلزله در همین حد بمونه و بیشتر نشه و مسئولان نیز غیرت کنن و داستان زلزله بم تکرار نشه که هنوز بعد از سالیان سال هنوز بم ساخته نشده، اما پتوهای آمریکایی که دزدیده شد، لوازمی که برای مردم فرستاده بودند و در شمس العماره به فروش رفت توسط دزدانی که ظاهرا باید امین مردم بودن، به نظرم هنوز در خانه های بعضی کار میکند و مورد استفاده قرار میگیرد. خبر دیگری داشتیم از خانه ملت، مجلس شورای اسلامی. سایت مجلس نیوز سایتیز وابسته به فرکسیون اصولگرایان رهروان ولایت، انگار اونای دیگه رهرو ولایت نیستن، نباشی راه به مجلس پیدا نمی کنی. آقای منصور حقیقت پور، ایشون گفتن با اشاره به شناسایی عوامل بمبگذار در انفجار سفارت جمهوری اسلامی در بیروت، گفتن در سفری که هیئت پارلمانی ایران به بیروت داشت در بررسی‌های انجام شده از ابتدای کار ما اعلام کردیم که ردپای عربستان در این انفجار مشهود و روشن است. نماینده مردم اردبیل، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت ورود به موقع مجلس به انفجار سفارت ایران در بیروت در شناسایی به موقع عوامل بمبگذاری مؤثر بود. عجب، این آقا لابد دستگاهی داشته پیدا کرده که بوده و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی لبنان نیست به دلیل این پیگیری تشکر میکنه. بعد اینجا یه نکته رو بهتون اشاره بکنم، فردی رو که در بیروت دستگیر کردن شهروند سعودی است، ولی در لیست آدمایی که میگن most wanted، کسانی که دستگیریشون بسیار با اهمیت، اسم این آقا و گردان عبدالله عزام دیده میشه و دولت لبنان گفته که تو صحبتهایی که دیروز من میشنیدم بعد از بازجویی از این فرد که اسمش در فهرست مطلوبین در امریکا و در مصر و در اردن و همینطور عربستان سعودی هست، از این آقا خواسته دولت عربستان که این شهروند تسلیم بشه تا به خاطر جنایاتی که در کشور خودش مرتکب شده محاکمه بشه. بنابراین حرف آقای منصوری حرف بیپایه است که در گیرودار دعواهای تبلیغاتی بین دو کشور عنوان میشه. آقای منصور حقیقت پور و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آقای حقیقت پور، ایشون تصریح کردن که گردان عبدالله عزام یکی از شاخه‌های القاعده و در صیدا مستقر است. من اینجا یه توضیح هم درباره گروه عبدالله عزام خدمت شما بدم. این گروه توسط جمهوری اسلامی پایه‌گذاری و حمایت شد. زمانی که افرادی از القاعده از افغانستان به ایران رفتن، جمهوری اسلامی بالاترین بهره برداری‌ها را از القاعده کرد. تعدادی از رهبران اینها رو در خانه‌های تحت نظر قرار داد. با القاعده وارد یک جنتلمن اگریمنت شد. اگر بپذیریم که دو طرف واقعاً به مبانی جنتلمن بودن اعتقاد داشت.
به هر روی با اینا صحبت کرد که آقا شما کاری به کار ما نداشته باشید، در ایران برای ما مشکل ایجاد نکنید، منافع ما رو در خاورمیانه در خطر قرار ندید، ما در مقابل به شما امکانات میدیم، برید عراق، برید عربستان، جاهای دیگه میخواید برید کار تروریستی بکنید. و چون این هم شد، حتی جالب براتون بگم، وقتی دو تا از فرماندهان سپاه توسط القاعده در پاکستان دستگیر شدن، طبق یک توافقی که با هم کردن و همینطور نماینده وزارت اطلاعات توافقی کردن، جمهوری ولایت فقیه یک عده از افراد القاعده رو بهشون امکان داد که به پاکستان بازگردن و در مقابل دستگیر شدگان یا بازداشت شدگان خودش رو پس گرفت. این اتفاقی بود که پارسال در پاکستان رخ داد. القاعده عبدالمالک ریگی رو دستگیر کرد به همراه طالبان و به جمهوری اسلامی تحویل داد. در مقابل سلیمان ابو قیس، سخنگوی القاعده که در ایران بود و یک شهروند اصلا کویتی است، اجازه یافت که به پاکستان بره، بعد برگرده ایران، گذرنامه‌ای بهش دادن، به ترکیه رفت که از اونجا عازم سوریه بشه، ولی در ترکیه شناسایی شد، اردنی‌ها شناختنش و او دستگیر شد و به امریکا تحویل داده شد. میخوام بگم عبدالله عظام اصولاً یک گروه جمهوری اسلامی ساخته است و از این نظر آنقدر مدرک و دلیل هست که نیاز به توضیحات بیشتر نداره. فرمانده کل سپاه پاسداران، سلشگر عزیز جعفری یا محمد علی جعفری، ملقب به عزیز جعفری، اشاره کرده که ماجراهای سال 88 خطر بزرگی برای انقلاب اسلامی بود، اما این خطر با حماسه نوح دی خونسا شد. جریان نوح دی که میدونید، عده ساندیس خور آوردن و ساندویش خور که اینا بیان فریاد یار امام بودن سر بدن برای آقای خامنه‌ای و ایشون رو نایب بر حق امام زمان بخوانند. آقای خامنه‌ای هم از این روز به عنوان حماسه یاد کرد. فرمانده سپاه میگه خیلی از این افراد ادعای یار امام بودن و پیرو خط امام بودن را دارند و بصیرتی که مقام رهبری درباره دشمن شناسی بیان کرد این است که دشمن شناسی در همه ارساس، یعنی چی؟ یعنی آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی و خانم دکتر زهرا رهنورد اینا دشمنن. قبلا هم که همین چند روز پیش آقای جزایری گفته بود این دو رأس فتنه، یعنی دو رأس دیگر، آقای رفسنجانی و آقای خاتمی نیست، باید این آقای موسوی و کروبی تحت نظر باشن. احمد جنتی دبیر شورای نگهبانی در یک حمله پرخاشگرانه به شدت به معترضان سال 88 و رهبران آنها حمله کرد و گفت شعار مرگ بر آمریکا شامل افرادی مانند سران فتنه هم می شود. آقای جنتی افزود افرادی که آمریکا از آنها حمایت می کند باید خجالت بکشند. فتنه‌گران برای نخستین بار در طول انقلاب اسلامی آرای مردم را زیر سوال بردند و به جای اینکه اجازه دهند مردم جشن بگیرند، گفتند که آرا باید باطل شود. سران فتنه مردم را به خیابان کشیدند و با افراد ضد نظام مانند بهایی، کمونیست، سوسیالیست و مسلمان شیعه که اسلام را قبول نداشتند همراه شدند. این حرفا رو که آدم میشنوه طبیعتاً یک سوال بزرگ براش مطرح میشه. آیا فقط جنتی و امثال او و وابستگان به ولایت فقیه بدعت نامبارکی که اصلا در اسلام وجود نداشته و هیچ بشر عاقلی اون رو نمیپذیره، اینا همشون کافرن و این آقایون فقط مسلمانه؟ این سوال واقعا پیش میاد که چرا از 4 سال پیش تا حالا اینها اینقدر وحشت زده هر بار به یاد 4 سال پیش میفتن ناسزا میگوین. همین چند روز گذشته اظهار نظرهای متناقضی در مورد جریان پایگاه بسیجی ما شنیدیم، اونجا که بیش از 7 تن از فرزندان عزیز ایران زمین رو، کسایی که تفنگچی بالای پشت بام بودن، قناص‌ها، به خون کشیدند و کشتند. حرفایی زدن، به پاشون تیر زدیم، بعد معلوم شد به سرشون زدن. 4.5 سال گذشته و همچنان اینها در پس لرزه های جنبش سبز گرفتارن، جنبشی که دنیا رو به تحسین وادار کرد. شگفتا که در امریکا رئیس جمهوری وجود داشت به نام آقای باراک حسین اوباما که در زمانی که رژیم مشغول کشتار مردم بود
برای آقای خامنه ای نامه فدایت شوم فرستاد. و حالا آقایون میگن کسانی که آمریکا آنها را تایید میکنن، آمریکا کیو تایید میکنه؟ امروز ستایشگر آقای روحانی کیست؟ آمریکا. بله، رسانه های جمهوری اسلامی گفتن آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمود علوی وزیر اطلاعات هفته آینده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و همچنین کمیسیون های شوراها و امور داخلی به سوالات نمایندگان پاسخ میدن. شنیدم 17 تن از وزرای آقای روحانی احضار شدن. آقای روحانی از سوالات بی‌معنا شکایت کرد و گفت باید مجلس اجازه بده که وزرا به مسئولیت‌های خودشون عمل بکنن. گزارشی که مجلس در آذر ماه گذشته منتشر کرد میگه از اول شهریور تا هفتم آذر نمایندگان مجلس 227 مورد از وزیران سوال کردند. طیف جبهه پایداری از حامیان احمدی نژاد و نزدیک به آقای مصباح یزدی در بسیاری از سوالات و تذکرها به دولت نقش داشته است. یکیش همون آقای رساییه که چطور خود رو قربانی احمدی نژاد میکرد، حاضر بود فرزندش رو جلوی سر ببره، حداقل اینجور اظهار میکرد، حالا منتقد آقای احمدی نژاد شده و بار دیگر گریبان اسفندیار رحیم مشایی را گرفته است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته ایران و 5+1 هنوز بر سر تمامی موارد توافقنامه ژنو به رأی واحدی نرسیدند و دو سه مورد خاص باید در سطح مقامات سیاسی حل شود. حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت خارجه روز چهارشنبه 11 دی ماه با اشاره به مذاکرات کارشناسی 9 و 10 دی ماه در ژنو گفته که کارشناسان ایران و 5+1 بررسی های کارشناسی خود را در قبال اقدامات اجرایی برنامه نهایی کردند و نتیجه را برای تصویب نهایی به مدیران ارشد سیاسی ارائه داشته. سرپرست هیئت کارشناسی ایران در این مذاکرات ادامه داد، البته این به معنای حصول توافق پایانی یا نهایی نیست و مواردی وجود داره که باید به نظر مقامات سیاسی کشور بره. دو سه مورد خاص که ماهیت اونها در واقع سیاسی است و باید حالت کارشناسی داشته باشه و نیازمند اونن که در سطح مقامات سیاسی مورد بررسی قرار بگیرن. و از اون طرف خانم ماری هرفس معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 11 دی ماه ضمن تاکید بر پیشرفت مذاکرات ژنو افزود که تیم‌ها چند نکته حل نشده را همراه خود به پایتخت تاشان بردند. به هر حال تعطیلات آخر سالم بوده، فرصتی برای تمدد اعصاب و همینطور بررسی این نقاط. حمید بعیدی نژاد که پیشتر از احتمال اجرای توافقنامه در هفته آخر ماه ژانویه خبر داده بود، روز چهارشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته یکی از مهمترین پیشنهادها که به طور اصولی درباره آن موافقت وجود دارد تعیین تاریخ 20 ژانویه برای اجرای برنامه‌های اقدام مشترک است که البته باید به تایید مدیران سیاسی برسد. به این منظور که در این چند هفته به هر حال بررسی کردند، بالون آزمایشی هوا بوده، دو طرف حرفای یکدیگر رو شنیدند و با نوع همکاری‌ها از نزدیک آشنا شد و 20 ژانویه به منزله آن است که جمهوری اسلامی شما می توانید چک رو بکشید و 7 میلیارد دلار رو بردارید. و از اون طرف به 5+1 و بازرسان آژانس گفته میشه هر زمان اراده کنید می توانید بیاید و کاری رو که لازم انجام بدید. البته یک نماینده مجلس گفته مذاکرات ژنو به نفع ایران پیش نرفته و یک تیم ناظر باید بر مذاکرات هسته‌ای تشکیل بشه که جز به جز سیاست‌های هسته‌ای رو تعیین کنه. حاجی ما هم شریک. به دنبال اصول توافقنامه موقت ژنو میان ایران و گروه 5+1 انتقادات محافظه‌کاران از دولت روحانی و محمد جواد ظریف هم بالا گرفته. محافظه‌کاران دولت روحانی را به عقب نشینی در برابر غرب متهم کردند. در این خصوص چندی قبل محمد علی جعفری همون
تیمسار عزیز جعفری که عرض کردم، فرمانده سپاه گفته بود که آنچه ایران در مذاکرات ژنو داده حد اکثر و آنچه به دست آورده حد اقل بوده است. گزارش جالبی در این زمینه داریم، توجه شما را به تماشا و شنیدن آن جلب می‌کنم. محمد اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی از تشکیل یک تیم ناظر بر مذاکره کنندگان هسته‌ای خبر داده که جزء به جزء مسائل را برای تیم مذاکره کننده تعیین می‌کند. به گفته وی تشکیل این تیم به این دلیل بوده است که مذاکرات ژنو در مرحله اول آنطور که باید شاید به نفع ما پیش نرفت. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس این تیم را متشکل از رؤسای سه قوه و مسئولان ارشد کشوری خوانده و اضافه کرده است. قرار است از این به بعد چارچوب‌ها و سیاست‌ها در این شورا تعیین شود و تیم مذاکره کننده نیز ملزم به اجرای این تصمیمات و مذاکره در این چارچوب است. به گفته این نماینده مجلس، جلسات این تیم در حال برگزاری است و تصمیماتی نیز در مورد موضوع هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای گرفته شده است. با تغییر دولت در ایران از اواسط تابستان سال جاری، مسئولیت مذاکرات هسته‌ای نیز به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه محول شد، در حالی که تا پیش از آن به مدت 7 سال سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده آقای خامنه‌ای این مذاکرات را هدایت می‌کرد. در واکنش به گفته‌های محمد اسماعیل کوثری در مورد تشکیل تیم ناظر بر مذاکره کنندگان هسته‌ای، منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده است که موضوع تشکیل این تیم اصلاً در صحن کمیسیون مطرح نشده و هیچ ربطی به هیئت رئیسه نداشته است. این نماینده مجلس گفت: نمی‌دانم این پیشنهاد بر چه اساسی مطرح شده است و از منظر حقوقی انجام این تصمیم چه حکمی دارد. آقای کوثری ساعتی بعد در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران تأکید کرد که این تصمیم گیری نه در مجلس که توسط مسئولان رده بالای کشور صورت گرفته، اما حاضر نشد در مورد هویت این مسئولان توضیح بیشتری دهد. تشکیل گروه ناظر بر روند مذاکره در حالی است که آقای روحانی پیش از این تأکید کرده بود که برای دستیابی به توافق با قدرت‌های جهانی از اختیارات کامل برخوردار است. نمایندگان ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 روز 24 نوامبر برابر با 3 آذر پس از چند دور مذاکره بر سر طرحی 6 ماهه موسوم به برنامه اقدام مشترک به توافق رسیدند. بر اساس این توافقنامه قرار شد جمهوری اسلامی برنامه‌های هسته‌ای خود را محدود و امکان بازرسی گسترده‌تر را فراهم کند و طرف مقابل نیز ضمن خودداری از وضع تحریم‌های جدید برخی تحریم‌های مالی را کاهش دهد. انتظار این است که در دوره 6 ماهه اقدامات لازم برای رفع نگرانی گروه 5 به علاوه 1 در مورد ماهیت برنامه اتمی جمهوری اسلامی صورت گیرد و همچنین روند لغو کامل تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه علیه ایران به جریان افتد. آقای اریل شارون را حتما می‌شناسید. فردی که در مقام یک ژنرال در جنگ 73 موفق شد از کانال عبور کنه، درست جایی که ارتش مصر بود، منطقه ای رو به نام دفرسوار اشغال بکنه و ارتش سوم مصر رو در محاصره قرار بده و همین مسئله باعث شد که او شهرت بسیار پیدا بکنه. پیش از آن نیز عملیات انتبه رو سرپرستی کرده بود، زمانی که هواپیمایی به اوگاندا برده شد و آقای ایدی امین در ماجرایی که 2 فیلم از اون ساخته شد میخواست معامله بکنه. نیروهای کماندوی اسرائیلی به رهبری شارون رسیدند و با کشتن گروگانگیرها موفق شدند اسرائیلی ها را نجات بدن. البته تلفاتی نیز به بار آمد. آقای شارون بعداً در مقام وزیر دفاع و بعد نخست وزیر یکی از تندروترین رهبران اسرائیل بود. او بود که غزه را 2 دستی به حماس تقدیم کرد، فقط برای اینکه خنجری در قلب سازمان آزادی بخش فلسطین و دولت خودمختار فرو کنه و کرد. از آن زمان به بعد وحدت فلسطینی ها میسر نشد. آقای شارون دچار سکته شد. از نظر دماغی در واقع او مرده‌ای بود که تحرکی هم نداشت، چون گیاه او را 8 سال با پول مالیات دهندگان اسرائیلی نگاه داشته و هم امروز بود که خبرها آمد که دیگر نسبت به بقای او امیدی ندارد. شاید در نظر بعضی از تندروهای اسرائیلی شارون یک قهرمان باشد و
ولی برای میلیون ها عرب و فلسطینی آقای شارون نمادی از انسانی بود که آشتی در فرهنگ او معنایی نداشت، فقط سرکوب و با شدت عمل کردن. به هر روی او در برابر خدای خود قرار دارد، نقطه‌ای که همه بدان خواهند رسید. آقای خمینی رسید، صدام حسین هم، قذافی هم، اسد هم خواهد رسید و دیگران نیز. همین اختلاف‌های داخل فلسطینی هاست که ناگهان باعث میشه جمال الجمال سفیر فلسطین در پراگ کشته بشه. جمال الجمال رو من شخصا میشناختم. فردی بود که دیپلماسی رو به معنای واقعی تحصیل کرده بود، اگرچه در جمع مبارزان فلسطینی جای داشت، اما از همون آغاز نظیر بعضی از شخصیت‌های فلسطینی که خب اسامی مشهوری دارن و ما میشناسیمشون، مذاکرات صلح رو رهبری میکنن، اینها در مدرسه دیپلماسی در واقع آموزش دیدن، کادرهایی بودن که تربیت شدن برای اینکه بتوانند به عنوان سفرای فلسطین، وزرا و مقامات سیاسی در دولت خود مختار نقش داشته باشند. جمال جمال نیز یکی از دیپلمات‌هایی بود که فلسطینی ها او رو در مواقع مختلف و فرصت های مختلف به مأموریت های سنگین فرستاده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز گذشته، روز صبح دوشنبه، سفیر فلسطین وقتی در آپارتمانش میخواست گاف صندوقی رو باز کنه، با یک انفجار مهیب به قتل رسید. او رو به بیمارستان منتقل کردن، اما شدت جراحات به گونه ای بود که بعد از ظهر اون روز جان سپرد. آسوشیتد پرس نوشته وزارت امور خارجه فلسطین گفته این انفجار زمانی رخ داد که دیپلمات 56 ساله در حال باز کردن یک گاف صندوق بود. و البته میگم این اتفاق ها مدت ها بود در صحنه فلسطین تکرار نمی شد. بعدها معلوم شد رژیم عراق، رژیم سوریه و شاید رژیم های دیگر از رژیم هایی بودند که در کشتن شخصیت های فلسطینی نقش اساسی داشتند. افرادی بودند که به عنوان تروریست در درون سازمان آزادی بخش فلسطین در اجاره رژیم های مثل رژیم صدام، قذافی و حافظ اسد و بعداً بشار اسد بودند و به دستور اونها علیه هموطنان خودشون اعمال تروریستی انجام میدادند. چه بسیار دیپلمات های فلسطینی، شخصیت های برجسته، نه به دست اسرائیلی ها که به دست خودی ها به قتل رسیدن. در پاکستان انفجار بمبی در مسیر اتوبوس زائران شیعه که از مرز ایران به سمت کویت حرکت میکردن در مرکز بلوچستان منفجر شد و 22 کشته و زخمی به جا گذاشت. چقدر شیعیان در سالهای اخیر قربانی دادن در عراق، در پاکستان. اصولا از روزی که رژیم ولایت فقیه در ایران برپا شد و ادعا کرد که رهبر همه شیعیان جهان است، البته آقای خامنه ای رهبر تمام مسلمانانند و ایشون میگن ولی امر مسلمانان جهان، این جدائی ها پررنگ شد. خطکشی میان شیعه و سنی، جیش صحابه در پاکستان درست شد و همینطور سازمان تنفیذ فقه جعفری و این دو به جان هم افتادند و هر بار در ماه محرم عاشورا و تاسوعا و روزهای مذهبی حملات سنی ها تعدادی شیعه را به قتل میرسوند و بعد حملات شیعیان علیه سنی ها. هیچ گروهی مسئولیت حادثه امروز رو به عهده نگرفته، ولی کاملا آشکاره که گروه های تندرو سنی در این ماجرا دست داشتن. پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان، مردی که پاکستان رو میخواست از چنگ اسلامی ها بیرون آورد و شاید یکی از مصلح‌ترین رهبران نظامی در پاکستان بود که آلودگی های نظامیان دیگر رو نداشت، نه در قاچاق مواد مخدر دست داشت، نه اینکه میخواست افغانستان رو پاره پاره کنه. سرانجام با یک برنامه ریزی دقیق وقتی خانم بی نظیر بوتو را کشتند و او را متهم کردند، او کنار رفت و دولت های پس از او همه نشان دادند که هیچ کدام پاکدلی آقای مشرف رو ندارد.
مشرف از انگلیس به کشورش بازگشت. گفت هیچ ابایی از حضور در دادگاه نداره. اتهام خیانت به او زدن و امروز در حالی که برای شرکت در جلسه دادگاه میرفت دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد. آقای جان محمد معاون بازپرس پرونده مشرف اعلام کرده که وی به یک مرکز پزشکی نیروهای مسلح در شهر راولپندی منتقل شده است. وکلای آقای مشرف دلیل عدم حضور او در دادگاه عدم امنیت کافی اعلام کرده بودند. برخی منابع خبری نیز از پیدا شدن مواد منفجره در مسیر اقامتگاه مشرف به دادگاه خبر داده بودند. اتهام مشرف ظاهراً به تصمیم وی در سال 2007 میلادی برای به تعلیق درآوردن قانون اساسی و اعلام وضعیت اضطراری در پاکستان مربوط می شود. مشرف نخستین حاکم نظامی پاکستان است که به اتهام خیانت محاکمه می شود و حکم وی می تواند اعدام یا حبس ابد باشد. مشرف در سال 1999 میلادی قدرت را در دست گرفت و تا سال 2008 در مسلط قدرت باقی ماند. یادمان باشد در زمانی که آقای مشرف ریاست دولت را به عهده داشت زمینه‌های بازگشت پاکستان به دموکراسی فراهم می شود. ولی بعد دیدیم که آقای نواز شریف که مشرف به او لطف کرد و با پادرمیانی عربستان سعودی او را به ریاض فرستاد در بازگشت خواستار محاکمه او شده بود. سودانی ها خب دیدیم در طول دو سال گذشته اتفاق نامبارکی که رخ داد از دید بعضی ها مبارک سودان دو پاره شد. سودان جنوبی در اختیار مسیحیانی که سالها با دولت مرکزی می جنگیدن و سودان شمالی همان سودانی که میشناسیم عمرالبشیر و خارتوم و ام درومن. جنگ در سودان جنوبی حالا بین دو گروه وجود داره. آقای سیلوا کیر که رئیس جمهوری این کشور است با معاون سابقش در حال درگیری است. ایالت‌های وحدت و جنگلی حالت فوق‌العاده در اون اعلام شده و این دو ایالت در اختیار آقای ریک ماشار معاون سابق رئیس جمهوری سودان و مخالف اصلی آقای سیلوا کیر است. تا کنون این درگیری‌ها بیش از 1000 کشته داشته. سازمان ملل اظهار نگرانی کرده. آقای بنکیمون خواستار گفتگو شده. رؤسای جمهوری کشورهای مجاور سودان و سودان جنوبی پادرمیانی کردند و اون کمیته خیرخواهان یا ریش سفیدهای آفریقایی مشغول مذاکره است. دیدیم که رؤسای جمهور کشورهای مجاور از جمله باید به اوگاندا اشاره کرد، از جمله به کنیا اشاره کرد و اتیوپی، همه اینا خواستار آنند که هرچه زودتر این بحران خاتمه پیدا بکنه و مرگ بیشتری رو به دنبال نداشته باشه. در موگادیشو پایتخت مصیبت زده سومالی 3 بمب در برابر هتلی باعث کشته شدن 11 نفر و همینطور عده‌ای زخمی شدند. به گزارش رویتر یک شاهد عینی گفته که در ابتدا 2 بمب در برابر هتل الجزیره در پایتخت سومالی به فاصله اندکی پشت سر هم منفجر شدند و نیروهای امنیتی اقدام به تیراندازی کردند. این هتل در منطقه‌ای است که تحت تدابیر شدید امنیتی است. معمولا مهمانان موگادیشو به این هتل می‌رفتند. یک شاهد عینی تصریح کرد که انفجار سوم در اثر یک بمبی رخ داد که در یک خودرو کار گذاشته شده بود و در زمان وقوع حادثه نیروهای ارتش در حال تفتیش این خودرو بودند. جنگ داخلی سومالی یکی از مرگبارترین جنگ ها بوده و کشور رو تکه پاره کرد. نگاهی بکنیم به عراق، نگاهی بکنیم به جایی که هم اکنون از مصیبت بارترین مناطق منطقه است. آقای مالکی میخواهد که همچنان در قدرت بماند و طبیعتاً عراقی ها چنین فکری رو نمیپذیرند. حتی گروه های شیعه تقسیم شدن. الان نگاه کنیم آقای حکیم، آقای مقتدا صدر، آقای عیاد جمال الدین، آقای دکتر عیاد علاوی، اینا همه شیعه هستند و آقای عزت شابندر که تا دیروز از متحدان آقای مالکی بود همه با هم متفق شدند
و شخصیت‌های برجسته سنی هم با اونا همدلی میکنن. آقای دکتر صالح مطلق که معاون نخست وزیره، آقای اسامه نجفی رئیس پارلمان، اینا همه در یک موضوع اتفاق نظر دارن و همطور کرتا آقای مالکی باید برود. شگفتا که ایالات متحده و جمهوری اسلامی میخواهند که آقای مالکی بمانه. درگیری در استان انبار ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشته. آقای مالکی نیروهایی رو که موسوم به نیروهای مالکی هستند، نه ارتش، به انبار فرستاد تا خیمه تحصن کنندگان رو برچینه و درگیری ها شدید شد. اختلاف نظر، جدایی، دو دستگی و چند دستگی در کشور عراق رو از این که به آرامش برسه جلوش رو گرفته. آقای مالکی میخواهد تحصن رو پایان بده و به هر حال آیا در این زمینه موفق خواهد شد؟ هرگز نمیدونم. باز برگردیم با آقای رحمانی فضلی وزیر کشور که قراره در مجلس حاضر بشه. در گفتگو با ایرنا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی ها نظریه مبنی بر فعالیت احزاب بدون مجوز وزارت کشور را مطرح میکنن، گفته که تمامی احزاب باید مجوز داشته باشن و احزابی که بدون مجوز باشن اجازه فعالیت ندارن. آقای وزیر کشور دولت روحانی با بیان اینکه در نشست احزاب راه‌ها و شیوه‌های تقویت آنان به بحث گذاشته می‌شود ادامه داد، اعمال قانون و نظارت بر رفتار احزاب و همچنین شفاف‌سازی و پاسخگویی احزاب و کمک به آنها از اهداف وزارت کشور است. آقای فضلی گفته بنا داریم در قانون احزاب بازنگری کنیم، در این بازنگری از نظرات احزاب، گروه‌ها و صاحب نظران بهره‌مند خواهیم شد. می‌دونید که منزل حقوقدان عزیز و برجسته و مبارز نسرین ستوده در غیابش مورد دست برد قرار گرفت. وی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از صادق لاریجانی خواسته نسبت به شناسایی و تعقیب و جبران خسارت وارده اقدام نماید. البته خانم ستوده می‌دونه که دزدان چه کسانی هستند. به طور قطع دزدان همان نامحرمانی هستند که بیش از آن که به اموال او نظر داشته باشند به نامه ها و مدارک او نظر داشته. خانم ستوده در نامه خود به صادق لاریجانی بر این مسئله تاکید کرده که آیا باید سرقت مذکور را به کسانی نسبت دهم که این جانب را مخالف خود می دانند؟ در بخش دیگری گفته هرچند سالیان طولانی است دگراندیشان مورد تزریقات مالی قرار میگیرند تا جایی که از امرار معاش محروم شوند، این تهدید مداوم بازجویان بوده. اما دوست دارم به شما بگویم با وضعیت مالی خوب یا بد، با جایزه و یا بی جایزه، با پروانه یا بی پروانه، با همان بضاعت اندک خیش برای استقرار عدالت تلاش خواهم کرد. شاید گوشه ای از این عدالت به شما و فرزندانتان نیز برسد. در این خصوص البته به فرزندانتان بیش از شما می اندیشم و برای آنها آرزوی زندگی بهتر و صلح و آرامش بیشتر می کنم. همانطور که این آرزوهای بزرگ را برای فرزندان خودم هم دارم. در پی دیدار هیئتی از اتحادیه اروپا با خانم ستوده و هنرمند فیلمساز برجسته جعفر پناهی، طی روزهای اخیر حملات گسترده‌ای از سوی اهالی ولایت فقیه به این دو صورت گرفته. محسن اژه‌ای، دادستان رژیم و تعدادی از نمایندگان مجلس این دیدارها را محکوم کردند. مجید دوری، دانشجوی آزاده و دربند، در نامه‌ای سرگشاده نسبت به قانون شکنی‌های قوه قضاییه اعتراض کرده. این دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه ضمن انتقاد از بندهای مختلف قانون جدید مجازات اسلامی در بخشی از نامه‌های خود نوشته در تمامی سالهایی که در زندان گذراندم هیچگاه احساس پشیمانی نکردم. هیچ زمانی حتی به ذهنم خطور نکرد که اشتباه کردم، که ای کاش چنین نمی کردم، نادم نبودم از کرده هایم که مگر دفاع از حق تحصیل گناه بود. در پایان نامش دوری می نویسه مگر می شود تقلب در انتخابات 88 و اعتراض همگانی با آن را اشتباه دانست. گذر زمان شاید از شدت امری بکاهد، اما از اصلش چیزی کم نخواهد شد.
که هنوز برایم تازه است، که هنوز خود را در کنار مردم سبزی میبینم که تهدید و ارعاب نتوانست آرامشون کند، هنوز بر رأیشون استواره. به پایان آن سوی خبر میرسیم، در دومین روز سال تازه میلادی. توجه شما را به دیگر برنامه ها از جمله بررسی مطبوعات و تقویم تاریخ و برنامه های دیگر جلب میکنم، با آرزوی اینکه روزی بسیار خوش داشته باشید. بدرود.